درود بر شما اعضای محترم خانواده بزرگ هشتاد و چند هزار نفری کیوسکه به جدیدترین بخش خبری از کانال ما خوش آمدید امروز 13 همه تیر سال 1402 و در دقایق آینده شما شنونده یک خبر مهم و البته تاریخی از کانال ما خواهید بود وضعیت آخر زمانی برای آخوندها یک آخوند نماینده ی مجلس توسط یک معترض به آتش کشیده شد دعوت میکنم ضمن همراهی با ما تا انتهای این ویدیو با لایک کردن و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت ها به همرسانی و انتشار گسترده این خبر کمک کنید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم وضعیت آخر زمانی برای آخوندها یک آخوند نماینده مجلس توسط یک معترض به آتش کشیده شد. در ادامه خشم انباشته مردم از آخوندها و اخبار حمله به آنها دیروز عصر خبری نمایندگان مجلس را شوکه کرد. یک شهروند معترض با پاشیدن بنزین روی آخوند مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی سعی کرده بود او را آتش بزند که این اتفاق با دخالت اطرافیان ناصری نژاد ناموفق ماند. با این حال حال این نماینده وخیم گزارش شده و گفته می شود در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است. بنابر گزارش های محلی روز دوشنبه در مراسم کلنگزنی دانشگاه پرستاری شادگان فردی با ریختن بنزین بر روی ناصری نژاد نماینده شادگان قصد آتش زدن وی را داشت که با دخالت بادیگاردها ها و همراهان این ملا از حادثه جلوگیری شد. این نماینده ی مجلس که نام او در فهرست نمایندگانی است که شاسی بلند دریافت کرده اند سال گذشته مدعی شده بود که بامداد با جمعه سی و تیر ماه دو موتور سوار ناشناس به سمت منزل و حسینیه او تیراندازی کردند. این روزها وضعیت برای آخوندها در ایران رو به وخامت گذاشته است و هفته و ماهی نیست که دست کم یک خبر از حمله مردم خشمگین به این جماعت منتشر نشود. کمتر از 20 روز پیش حمله خونین به یک آخوند در خیابان رودکی تهران تازه ترین مورد از پدیده آخوندکشی بود که در صدر خبرها قرار گرفت. پدیده خشن اما اجتناب ناپذیر که به تازگی در ایران آغاز شده است و در روند انقلاب ملی مردم روز به روز سرعت بیشتری گرفته است. در حمله خونین به آن آخوند در خیابان رودکی به نام گزارش رسانه‌های حکومتی یکی از جوانان تهرانی آخوند آتش به اختیار جابر رضایی را در خیابان رودکی تهران هدف ضربات شیعی نکتیز قرار داده بود. خبرگزاری حکومتی رکنا با عنوان حمله خونین به یک روحانی در خیابان رودکی تهران در این باره نوشته بود جابر رضایی امام جماعت سازمان بازنشستگی شهرداری در خیابان رودکی هدف ضربات شیعی نکتیز قرار گرفت. بررسی ها در آن زمان نشان از آن داشت که جابر رضایی یک ساله پس از خارج شدن از مترو برای تمدید قرارداد به محل کارش در حرکت بود که پسر جوان در خیابان رودکی وی را از ناحیه گردن هدف ضربات جسم نکتیزی قرار می دهد و پا به فرار می گذارد. در تحقیقات مشخص شد که پسر جوان امام جماعت سازمان بازنشستگی شهرداری را از داخل مترو تغییب کرده و در یک فرصت مناسب به جابر رضایی حمله کرده است که از ناحیه گردن مستوم و به بیمارستان امام منتقل شده است. بنابراین گزارش زاره پس از حمله به داخل مترو بازگشته و پا به فرار گذاشته است. چند روز پیش از آن نیز حمله یک بسیجی با تیغ مکتبر به امام جماعت مسجدی در حاشمیه مشهد خبرساز شده بود. در حدود یک ماه پیش ویدیویی منتشر شد از حمله یک بسیجی به امام جماعت مسجد امام حسن مشتبا علیه السلام در منطقه هاشمیه مشهد که روز نهم خرداد صورت گرفته است. در این حمله فرد زارب یعنی بسیجی با تیغ مکتبری خطی روی گردن امام جماعت مسجد انداخته که ظاهرا با شاهرگ برخوردی نداشته و این روحانی خوشانس از این حمله جان سالم به در برده است. بنگاه های خبرپراکنی جمهوری اسلامی به نقل از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان در این باره نوشتند بسیجی زارب که بلافاصله دستگیر شده دارای سابقه روانی بوده و همکنون در بیمارستان ابن سینا در مشهد بستری است اما برخلاف ادعای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و گزارش های رسیده دلیل حمله به هیچ وجه مشکل روانی زارب نبوده بلکه تعرض جنسی امام جماعت مسجد به این بسیجی زارب بوده است این عمل شنی گاه در میان روحانیون و بسیجیان رواج دارد و غالبا کودکان و نوجوانان در پایگاه های بسیج سپاه و مساجد توسط این انگل های بازمانده صدوم مورد تعرض جنسی قرار میگیرند. یک اکانت ارزشی در توییتر نوشته است سرعت و انفجار این انقلاب اینقدر سریع و غیر قابل باور و قدرتمند است که همه جا ماندند. این انقلاب وارد مرحله کشی می شود و نشانه های آن را دیده ایم و دلیلش میزان نفرت جامعه از آخوند هاست. دو سوم مساجد کشور خالی هستند. پذیرش ورودی های حوزه های علمی 400 درصد کاهش داشته است چون جوانان می ترسند آخوند شوند. جنبش های اسلام ستیزی و شیعه ستیزی و مقدسات ستیزی بسیار گسترش یافتند. حراس شدید روحانیون از آغاز این روند آخون کشی بارها توسط چهره سرشناس حوزه بیان شده است. در تازه ترین مورد علوی بروجردی گفته بود در قوم احساس خطر می کنیم. برخی طلبه ها بیش از چند ماه است از خانه خارج نمی شوند. بروجردی از روحانیان بلند پایه قوم برای چندمین بار در یک ماه گذشته با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ایران به دینگوریزی مردم منجر شده است گفت بسیاری از مردم باعث و بانی این مشکلات را روحانیان می دانند. اما نمی آنها را کشت علوی بروجردی استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بین ما و مردم فاصله افتاده و اگر کم نشود خطرناک است گفت چنین روزگاری نداشتیم که در قوم طلب را با ماشین زیر بگیرند و بعد برای اینکه اطمینان پیدا کنند که ضرب کاری شده پیاده شوند و با چاقو هم کار خود را تکمیل کنند این روحانی بلند پایه قوم با تکید بر اینکه امروز مردم دیگر به روحانیت نظر خوبی ندارند و حتی به ائمه شیعه هم گاهی انتقاداتی دارند به طور ضمنی از برخورد حکومت با مردم انتقاد کرد و گفت وقتی مردم به روحانیت نظر خوبی ندارند آیا باید تک تک آنها را بکشیم؟ این اعتراف ترسناک پیش از این هم در میان روحانیون مسبوق به سابقه است و قلامزان مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در خوشداری اعتراف کرده بود که در شرایط بسیار حساسی به سر میبریم و مردم ایران علیه روحانیون تغیان کردند و باید کاملا مراقب باشیم زیرا شواهد دارد این گونه نشان میدهد که در ایران آخوند کشی آغاز شده است و مردم آنچنان نسبت به آخوندها نفرت پیدا کرده اند که اگر جلوی آنها گرفته نشود هر کسی که یک آخوند را بکشد قهرمان ملی محسوب می شود این سخنان او چند ماه بعد در ماجرای گلوله باران عضو مجلس خبرگان و نماینده خامنه ای در بانکی در بابل سر تایید شد و زارب این آخوند که انگیزش از قتل این روحانی را موجودی بی حساب و کتاب این آخوند اعلام کرده بود تبدیل به یک قهرمان ملی شد و مردم این اقدام او را تحسین کردند. یک ماه پیش عباسری سلیمانی نماینده سابق خامنهی در سیستان و بلوچستان در حالی که در بانک ملی شهر بابل سر بوده است هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. سایت حوزه به نقل از یکی از شاهدان نوشت سلیمانی در بانک ملی نشسته بود که فرد زارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است. کاربران با انتشار فیلم دوربین های مداربسته بانک در روز ترور این آخوند نوشتند خونسردی زارب ستودنیه حکومت آخوندی باید از این خشم در نهان مردم هر روز وحشت کند باد کاشتید طوفان درو خواهید کرد و هشتگ زدند که انقلاب ملی ایران زیر پوستی و پرقدرت در جریان است در واکنش به این خبر فریبرز کرمی زند از افسران ریزشی و آزاده در توییترش نوشت نگهبان بانک بابل سر که عباس علی سلیمانی آخوند فاسد حکومتی را خلاص کرد از پرسنل بازنشسته ناجا بود که بعد از سی سال کار در زمانی که باید استراحت کند البته در یک حکومت نرمال نفاسد در مؤسسه حفاظتی به عنوان نگهبان بانک مشغول می شود تا بتواند هزینه های زندگیش را تأمین کند. هرچند دیر اما متوجه می شود که مشکل اصلی حکومت و سیستم است که سالها در آن مشغول بوده و حتی شاید برای حفظ و بقای آن کوشیده باشد کار در این مؤسسات که تحت نظر پلیس پیشگیری بوده و مسئولان آن از فرماندهان بازنشسته فاسد می باشند به گونه است که چهل درصد حقوق دریافتی از مجموعه که در آن نگهبانی گمارده اند را به عنوان کمیسیون برمیدارند و چه بسا بیشتر تعداد زیادی از نیروهای این قبیل مؤسسات در سراسر کشور از پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح می باشند و اگر شاغلان فعلی هم در سبرت نگیرند و برای سرنگونی رژیم همکاری نکنند در آینده وضعیت آنان بدتر خواهد شد اما بهتر نخواهد شد این حکومت برای شما پشیزی ارزش قائل نیست کاربران بسیاری با انتشار ویدیوی لحظه ترور آخوند سلیمانی به ها هشدار دادند که نوبت تک تک آنها هم میرسد از جمله کاربری نوشت شنیدین میگن طرف به تیر غیب گرفتار شد ایشونن نفهمید از کجا خورد زرتی مرد فیلم به درک واصل کردن عباس علی سلیمانی توسط نگهبان بانک ملی بابل سر رو دیدین به نظرم این ویدیوی کوتاه رو همه آخوندها باید روزی چندین و چند بار ببینن تا از میزان تنفر مردم ایران ازشون آگاه تر بشن از همراهی شما با این برنامه خبری سپاس گذارم و دعوت می کنم در ساعت آینده همچنان پیگیر مهمترین خبرها از کیوسک باشید